با درود، مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران به بی بی سی گفت که پیشمرگه‌های حزب او در کردستان ایران با نیروهای جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شدند. پاسدار علی فدوی سرکرده نیروی دریایی سپاه به آمریکا پیشنهاد کرد که به حضور در خلیج فارس به طور آبرومندانه پایان دهد. به گفته او حضور آمریکا ناامنی را در خلیج فارس بیشتر کرده است. به گفته فدوی این ادعای مقامات آمریکایی که شناورهای سپاه در صد متری شناورهای آنها قرار گرفته اند درست نیست و فاصله شناورهای سپاه با نیروهای آمریکایی بیش از 2000 متر بوده است. پاسدار رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دستیار و مشاور عالی خامنه ای به وی توصیه کرده که هرگز به سوی ایجاد تنش با عربستان سعودی حرکت نکند. پس از نامه عذرخواهی سعید مرتضوی واکنش‌ها نسبت به این اقدام او همچنان ادامه دارد. خواهر یکی از کشته شدگان کهریزک نوشته این کابوس با عذرخواهی تمام نمی شود. و یک روزنامه نگار اصولگرا خواستار اعدام مرتضوی شده است. دو هواپیمای جنگی آمریکا بر فراز خلیج فارس از سوی ایران تهدید به شلیک و سرنگونی شدند. به گفته وزارت دفاع آمریکا این دو جنگنده در شمال خلیج فارس و در منطقه بین المللی اما نزدیک به مرزهای هوایی ایران در حال پرواز بودند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دولت ایالات متحده را از پرداخت پول نقد به ایران ممنوع کرد. بر اساس مصوبه این کمیته، دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه ادعایی که تهران در آن دخیل است، کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع کند. نماینده عربستان در سازمان ملل طی نامه‌ای به شورای امنیت ایران را متهم کرده که با ارسال سلاح به یمن قطعنامه 2216 این شورا را نقض کرده است. محمد رضا شجریان استاد آواز بعد از یک دوره طولانی درمان در آمریکا به ایران بازگشته است. فیلم فروشنده هفتمین فیلم اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای اسکار 2017 انتخاب شد. نماینده مردم ایزه و باغملک در مجلس شورای اسلامی حکایتی تأسف بار از برگزاری کلاس‌های درس در طویله در شهرستان ایزه دارد. وی افزود در روستای سید خدر دو فضا در کنار هم بودند، یکی برای نگهداری محل خوراک حیوانات یا کاهدان و دیگری محل نگهداری حیوانات یا طویله بود. در محل نگهداری حیوانات بخشی را برای محل خواب معلم تعیین کرده بودند که صبح بعد از بیداری کلاس را برگزار می کند. حتی وسط کلاس یک حفره برای روشن کردن آتش و گرم کردن به اصطلاح کلاس درس درست شده بود. سردبیر سایت معماری نیوز که چندی پیش لیست واگذاری‌های غیرقانونی شهردار تهران را افشا کرده بود بازداشت شد. حکومت اسلامی به جای اینکه دزدان و غارتگران را محاکمه و مجازات کند، روزنامه نگارانی را بازداشت می‌کند که دست دزدان و غارتگران به بیت المال را رو کردند. صدرا محقق روزنامه نگار و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق در تهران بازداشت شده است. روز جمعه سه جوان به جان آمده در یکی از محلات جنوب تهران یک آخوند فضول را که مزاحم آنان شده بود مفصلا تنبیه کردند. شامگاه جمعه یکی از سربازان کانون اصلاح و تربیت در شهر یاسوج با اسلحه خود سه تن از سربازان این مرکز را به رگبار بست و آخر سر با شلیک گلوله به زندگی خود نیز پایان داد. اتحادیه ی اروپا از ایران خواسته تا جزئیات تولید قطعاتی را که می توانند در سلاح‌های اتمی به کار روند با آژانس در میان گذارد. یک هفته پیش آژانس نسبت به اثرگیری تولید لوله‌های روتور سانتریفیوژ در ایران ابراز نگرانی کرده بود. بهمن گلبار نژاد دوچرخه سوار ایرانی هنگام رقابت در مسابقات پارالمپیک ریو دچار سانحه شده و بر اثر جراحات درگذشته است.
رئیس اتحادیه قهوه خانه‌داران و سفره خانه‌های سنتی تأکید کرد که ورود بانوان به قهوه خانه‌های معمولی غیر قانونی است و در مورد قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌های سنتی نیز ارائه سرویس قلیان به بانوان غیر مجاز است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد عذرخواهی سعید مرتضوی در رابطه با وقایع کهریزک گفت که او در تمام موارد تبرئه نشده و باید منتظر نظر دادگاه بود. جمعی از فعالان مدنی و اجتماعی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب به 21 ماه زندان محکوم شده است. این سومین حکم حبس عیسی سحرخیز در 7 سال گذشته است. علی خامنه ای در حکمی که روز یک شنبه 28 شهریور در سایت رسمی او منتشر شده دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی را حرام دانسته است. با وجود اعمال برخی محدودیت ها در ایران قانونی که به صراحت دوچرخه سواری زنان را منع کند وجود ندارد. شب و روزتان خوش.